عزیزان عرض سلام و ادب دارم. بعد از مدت ها فرصتی پیش اومد، پیش از انتشار آلبوم جدید در خدمتتون باشیم، یه صحبت کوتاهی بکنیم، یه صحبت دوستانه با هم دیگه داشته باشه، یه سری از سوالات جواب بدیم و امید دارم که برای شما مفید باشه. مهمترین چیزی که انگیزه ای که در واقع امروز منو مجاب کرد که وقت شما رو بگیرم، اساسا در مورد آلبوم سیگما باشه. به شدت درگیر آلبوم بودیم، نه فقط من، عزیزان دیگه. من هم مثل یک مدیر در واقع این داستان رو فقط داشتم مدیریت میکردم، ولی بسیاری از زحمت ها با کسای دیگه بود که خیلی از این عزیزان ممکنه که زحماتشون چندان دیده نشه، ولی من میدونم. حالا من یه لیست باور بفرمایید 23-24 تایی اینجا آماده کردم که حالا دونه دونه اینا رو ما معرفی میکنیم. یعنی این که میگیم یه کار تیمی، یه آلبومی که 8 ترک داره 20 و اندی آدم رو گرفتار خودش میکنه، درگیر میکنه تا یه آلبوم بیرون بیاد برسه به دستشون. چند وقت پیش دیده بودم که یه جمله رو منصوب کرده بودن به من، به معنی، یعنی داشتن نقل موضوع در واقع میکردن. جالب بود، گفتم با شما هم در میان بذارن. ما که از اساس باور به این داریم تو این جهان هیچ امری جدی نیست، هیچی جدی نیست. یعنی محترمانش اینه که به یک بادی بندی. این عکسای جیمز وب هم که منتشر شده بود، عکسایی که ناسا منتشر کرده بود، حالا عزیزان خداپرست یا خدا باور عکسا رو میدیدن، عظمت رو، عظمت جهان رو میدیدن. مثلا صحبت 14 میلیارد سال نوری فاصله مثلا فلان ستاره یا کهکشان با اون داستان تخصصی که اونا تعریف میکنن، بعد میگه سبحان الله. یعنی اینا زحمت میکشن تو ناسا که این بگه تهش سبحان الله، دمشون هم گرم. موضوع این بود که اومده بودن گفته که شاهین نجفی اومده در مورد خدا ناباوری، اتئیسم در واقع صحبت کرده، اتئیزم به انگلیسی، و بعد آخر سر گفته خداحافظ. خب چقدر خندیدیم، خیلی جالب بود. خب بسیار علی، نمک تو ریختی. محترمانش اینه که عزیز دل، در زبان اتفاقاتی میفته که اینو ما به زبان میبخشیم. فکر کردی مثلا من میخوام همینجوری با مردم مثلا صحبت بکنم، به کی میسپارمش؟ مثلا میگم به مامانت میسپارمت، به بابات میسپارمت. خب من میگم خداحافظ. چی میگی؟ خیلی حالا مثلا اونایی که چیز باشن یه مقدار حواسشون نمیدونم، من اصلا، من انشاءالله، ماشاءالله، باریکالله، حالت بدش دیگه یا اول فضل و یا علی و تو هر جا کردی که مثلا فلان خدا ناباور از واژه میترسه. این اتفاقیه که شاید جالب باشه از این جهت که کمک بکنه به من که من ورود بکنم به سیگما، به آلبوم. این آلبوم با یه کلمه قابل تعریف کردن. 8 ترکه. همین صبح من داشتم ترکا رو با خودم نگاه میکردم، چون مستر نهایی کار دیروز به دستم رسید. زیرو رو که داشتم میکردم دیدم در نهایت این 8 ترک تو یک واژه تعریف میشه. یعنی ما یه واژه رو میتونیم بذاریم مساوی سیگما. حالا در مورد خود واژه سیگما هم یه سری نکات میگم. زیاد علاقه ندارم که توضیح بدم که مثلا حالا سیگما چیست، فلان چند لایه دارد، نمیدونم. نه، ریلکس. اتفاقا میخوام بگم سیگما مساوی عشق. یعنی دقیقاً متن، مضمون، هدف و سویه تمامی این ترک ها داره یه جا رو اشاره میکنه.
به یه چیز داره شما رو در واقع آدرسش رو میده، اونم عشق. هر چقدرم که من جلوتر میرم بیشتر روی این کلمه دارم تأمل میکنم، بیشتر برام مهم میشه و اصلا نمیفهمم بعضی موقع چطور مثلا کسی عاشق خانوادش نباشه ولی عاشق بگه من عاشق وطنشم، یا عاشق وطنش باشه بگه من نسبت به زمین مثلا بی توجه هم. یعنی این عشق یک رابطه تنگاتنگ بین تو و هستی و جهان اطرافت، ساده است دیگه، اصلا چیز فلسفی عجیب غریبی که نیست. یعنی تو نسبت به کوچه خودت مسئولی، آشغال بریزی تو کوچه خودت یعنی عشقو نفهمیدی، نمیدونم موجب آزار فلان آدم بشی یعنی عشقو نفهمیدی. ما وقتی که حالا تو بحث‌های حقوقی و اخلاقی اینا جای خودش، من الان فقط میخوام روی این کلمه عشق تأمل بکنم. وقتی که مرز خودت رو با فلان آدم نمیشناسی و نمیفهمی یعنی عاشق نیستی، تو عشق به انسان نداری چون مرز رو داری رعایت نمیکنی، فهم نداری نسبت به فاصله. وقتی میای به در واقع از قدرت خودت، شهرت خودت، ثروت خودت استفاده میکنی علیه وجودی آدم، حالا اون آدم میخواد زن باشه مرد باشه، تعرض میکنی بهش، تو مرز رو نشناختی، تو عاشق نیستی. من رو قرار توضیح بده، یه پل بزنم. من فکر میکنم عشق رو بذارید این بغل، من فکر میکنم آدمی که قصه نداشته باشه یه آدم به درد نخوره. یعنی اومد رفت، نه چیزی از جهان کاست، نه چیزی به جهان اضافه کرد. قصه باید داشته باشی. چه زیبا خواهد بود وقتی که قصت عاشقانه باشه. و خیلی جالبه دیگه، تو حالا بچه هایی که ولی بذارید بگیم فامیل دیگه، یه زمان میگفتیم اشرار دیگه، اونو ما روش یه مقدار تحمل کردیم و آروم، من هنوز شرم ولی اونا رو دیگه با احتیاط میگیم اشرار، دیگه میگیم فامیل. اون کسانی که دل دادن، ذهنشون درگیر کاره، عشق داره، منو که از نزدیک ممکن اصلا ندیده باشه ولی حساب رو من باز کرده دیگه، تو بالا پایین ها بوده، صحبت یه سال دو سال سه سال چهار سال نیست که. از کی؟ یعنی اون نفری که فکرشو بکن الان مثلا شاید 30 سالشه، از 20 سالگی، از 18 19 سالگی منو میشناسه، اون که الان 40 سالشه از 30 سالگی منو میشناسه، یعنی تو این 10 سال 12 سال این شاهین نجفی رو دیده، ای بالا پایین کرده، قصه منو دیده، ای یا آدمی اومد با ما مرد نیستیم، مثلا روز 1 می 2008 یه دفعه شنیده شد، بعد از اون تو طول مثلا سال پشت سر هم ترک بده، بعد از اون آلبوم یه دفعه اونجوری برسی به نقی، سال دو آلبوم هیچیچیچ، بعد نقی اتفاق افتاد، ترکی فلی، این تمام این بالا پایین ها، محمد نووری اون خیلی مهم بود، محمد ها همیشه مهم بود، این بالا پایین ها رو دیده، این قصه منو دیده. قصه من نوعی الان گره خورده با یه مشت آدم، یه مشت آدم که میگم، نه یه مشت همینطوری کم ارزش و معنی مشت این نیست، دارم خاکی میگم، منم یکی از اون مشت هم، یعنی مشت دو دو معنی، گره خورده با یک سری وجود در جاهای متفاوت که یه دفعه همدیگر میبینیم. این اون جادو هنری است، این کاریه که قصه انجام میده، چون من قصه دارم و تو هم اگه قصه داشته بشین، قصه های جایی برمیده گره میخوره. سیگما قراره به شکلی قصه عشق رو تعریف بکنه، حالا کانسپتوال، به قول این با کلاسا کانسپتوال آلبوم نیست، آلبوم مفهومی به اون معنی که یه دفعه مثلا یه آلبوم سری میسازن دیگه، از شماره 1 تا 8 همه یه خطی رو دارم، نه، من 10 تا 15 تا کار داشتم، تا همین 10 روز پیشم 9 تا کار بود، یکی رو گذاشتیم کنار. این 8 کاریه که حادثه‌ای، 8 کار عاشقانه است، 8 کار به عشق اشاره داره. لیستو که نگاه می‌کنی می‌بینی 2-3 تا از بچه‌ها که توی پروداکشن بودن رسماً دیگه، ما برای اینا شب و روز نذاشتیم، خواب و بیداری واقعا به شکلی نداشتن، خودمون خودشون هم کار جداگانه می‌کنن و دلی هم هست. یکی از افتخارات من، همینجوری دارم لایه لایه میگم و پراکنده‌گویی منو ببخشید،
یکی از افتخارات من نوعی اینه که من با یه سری کار میکنم که اینا دل دادن به من و من میفهمم. ممکنم با یکی همینجوری حادثه کار بکنم بعد بفهمم دل نداده، دفعه دوم دیگه کار نمیکنم. اینو آمار داشته باشیم. این بچه‌هایی که الان ما کار کردیم با جرئت میتونم بگم بسیاری از اینا که خصوصا از نزدیک اینا میشناسم، اینا دیگه تثبیت شدن. یه کسی مثل مزدک نظافت، آقا خانم در حدیه که شعر رو من میخونم برای این و اون، باورشون نمیشه این شعر مال یه نفر دیگه است. یعنی میگه چگونه چطور یه آدمی، خب مزدکم فکر میکنم حدود 30 سالش باشه فکر میکنم، به خاطر نه ولی میدونم که اگه در 12 سالی فرق داریم، چطوری یه آدم این تجربه رو داره و تجربه مشترک خیلی جالبه دیگه. اونم از گیلانه، اومده آلمان پناهنده شده و ما اینا باران گفتیم دیگه، پوزمون اصلا اینه، ما ذهنمون لهجه داره و به این لهجه افتخار میکنیم. بعدها اینو داخل پرانتز دارم میگم، بعدها یه زمانی باهاتون در میان میذارم که چقدر به خاطر همین لهجه، نه از عروره، از کسایی که ادعا داشتن اینا اومدن پشت صحنه، اونم جرئت ندارن تو عموم پشت صحنه بیان اینو مسخره بکنن و ما پاش هستیم. ولی از لورش بگیر تا ترکش بگیر تا گیلکش بگیر، بلوچش بگیر، کردش بگیر. امروز داشتم یوتیوب یکی از بچه‌ها رو می‌دیدم در مورد آلبوم سیگما با لهجه غلیظ ترکی داشت توضیح میداد، ترکی حرف نمیزد، با لهجه ترکی داشت توضیح میداد. ما هم اینجوری، حالا یه دونه دوزریه متوهمی حالا بیاد یه چیزی از پشت صحنه بگه و در بره، اونو به سر موقع وقتش برسه حواسمون بهش خواهد، بعدم باهاتون در میام میذارم. فعلا اینو بغل گوشه یادداشت کنید. آره این بچه‌ها، حالا ببین دیگه من پراکنده میگم، از اینجا میپرم اینجا، این نکات به ذهن به یادم میاد. مزدک نظافت، تو این کار ما سه تا کار قطعا با مزدک در واقع، یعنی شعرش از مزدک، یه کارم مشترک، یه چیزی من شروع کردم فرستادم گفتم مزدک جان اینو ادامه بدیم، برو چهار تا بیت زد، دو تا برام فرستاد، دو تا بیت من اضافه کردم، یه دفعه دیدم کار در اومد تو پول تمیز و حالا باید بشنوید. اما عاشقانه است، اما چه عشقی، این اون تفاوت است. در زمانی ما داریم زندگی میکنیم دیگه، میدونید دیگه وضع موسیقی و اینا، منم نمیخوام غرغر بزنم و نمیدونم آقا فلان ما خیلی خوبیم بقیه بدن. اساسا عشق پرداختن بهش خیلی سخت و دشواره، چون خیلی راحت به ابتذال کشیده میشه. یعنی میتونه برسه مثلا به یه جایی که دیگه حداقل مسئله ما نیست. ما با این تعریفی که الان پیش از این برای شما توضیح دادم دیگه مشخص ما از چه عشقی داریم صحبت میکنیم، نه آنچنانی که عشقی مثلا الهی که ادیان دارن تعریف میکنن، نه آنچنان دم دستی که غیر قابل فهم اصلا، یعنی هیچ ارزشی در واقع نداره، نه این عشق به شدت مادی که دارم میگم این جهانیه اما واقعیه و به خاطر شب تازه بمیری، یعنی بحث جدیه. اون کسی که برای من عشق به زن، عشق به معشوق، عشق مرد به مرد، هر چی، یعنی هر حتی عشق به حیوان، عشق به اشیا، حتی به زمین، به طبیعت، اون نفری که بلند میشه تو به خاطر محیط زیست کشته میشه، خب این عاشق دیگه. تو به خاطر پول که به این معنی به این راحتی که کشته نمیشه، که یه جایی یه ذهن چیز که البته اینو باید حواسمون باشه، خب یه سری هم انتحاری میزنن، اونا دیگه تو یه تعریف دیگه با یه چیز دیگه باید تعریفشون بکنیم، اون دیگه اختلال بیماریه، اونا یه چیزی هست، حواسمون باید باشه. من دارم فقط نکات رو اشاره میکنم. مزدک پس یکی از این عزیزانی که تو این آلبوم هستش. دیگه اتفاق بسیار خوبی که تو این آلبوم باهاش روبرو هستیم، سومین همکاری من با بابک امینی عزیزه، که من کار رو اتفاق شعر مزدکم هست، ملودی رو من درست کردم برای بابک خوندم دیگه تموم. بابک هم که یه ذهن بسیار وسواس منظم حرفه‌ای، مثل یه معلم دیگه، یعنی کاره رو که می‌نویسه انگار مثلا داره آمادهش می‌کنه که یه سری هم بیان از روش مشق بکنن. از اون ور یه بابک دیگه هم داریم که
بابک ریلکس ماست، بابک رضوانی عزیز از لندن که پیش از این چند تا کار خوب، در واقع خوب که میگم خوبه برای از جهت کاری که بابک انجام داده، حالا خود ما که تلاشمون رو کردیم، ولی بابک این کارا رو انجام داده، مریم، شیون، چند کار متفاوت ما با بابک رضوانی انجام دادیم، موسیقی الکترونیک رو خیلی خوب میشناسه. تو این کار ما فکر کنم که با بابک رضوانی سه تا کار من با بابک چیز کردیم، سه تا کار رو بابک پرودیوس کرده کلا، یعنی کارو من ساختار اولیه‌اش درست کردم فرستادم براش، بعد بابک لای لای بهشون چیزای اضافه کرده، هماهنگی کرده، بعد مثلا نفر آوردیم رومین مثلا که گیتار زده، اون مثلا هماهنگ کرد. یعنی یه کار از این نکته جالبیه، خانم الی سلطانی که فکر می‌کنم نمیدونم دو سه سال پیش ما تو همین لایوهای اینستاگرامی با ایشون آشنا شدیم و اومد بالا شعر خوند و الانم از فعالان انجمن شاعران زنده است و من این شعر رو از کارهاشون انتخاب کردم با تنظیم مهرداد فرید عزیز، از دوستان بسیار خوب من، رهبر ارکستر در لندن، پدرام افشین میکس کرده کارو. توی آلبوم ما یک کارم از فرجام سعیدی عزیز داریم که تنظیم این کار با فرجام، شعرش از محمد رضا رستم بکلوه که این کار من فیچرینگ دارم با خانم الها سرور. توی این آلبوم فیچرینگ به معنی دو تا هست، به معنی اینجوری که عام میشناسیم، یک کار با رفیق خوبمون گلرخ امینیانه تو همین کار آذر که تو یک دو روز آینده منتشر میشه و یه کار همین کاریه که با خانم اله سرور ما در واقع انجام دادیم. دیگه لیستو که من دارم نگاه میکنم لیست زیاده، ویدئوی کار ما مثلا تو 3-4 نفر بچه ها از خود استودیو داور که بسیار زحمت کشید هماهنگی اینا برای ویدئوی آذر و دیگه من که هامون دولتشاهی که اصلا دایرکتر در واقع ویدئو و کارگردانی کرد، مستر کارم با پتروس بوده از لس آنجلس کار انجام داد و تو یه کار ما که همون کاری که فرجام تنظیم کرده پویا محمودی عزیزم گیتار زده. یه موقع هم دیدم که این برامورم نوشتن آقا تو مغروری مثلا نمیای با افراد حالا به اصطلاح همکاری بکنی فیچرینگ بگیری، اینا همه همکاری دیگه. اولا دیگه اتفاقا هیچ کدوم اینا به معنی به اون معنی مثلا مشهور نیستن که بگیم انگار یه دو تا چهار تایی بوده که ما باید. نه، برای من حرفه‌ای‌گری یه کار مهم. اتفاقا در این زمینه من خیلی اخلاق‌گرا هستم. اگر آدم متوهم بد اخلاق در جای متعرض بیاد دست همکاری بده که بیا آقا کار بکنیم، کار میکنی خیلی سلامشم به زور جواب میدم، درگیرم میشم. تو به دختران ایرانی بیایی تعرض بکنی و بعد بگی من میخوام با تو همکاری بکنم، نه. یکم جدیتر در واقع بشکنیم، نه عزیزم هم برو، ما مسئولیم، عادی سازی نباید بشیم همینجور روش. یه موقعی یه مسئله پیش بیاد خب ما دخالت نمیکنیم، ما به ما ربطی نداره فلان اینا، ولی سر این داستان شوخی نداریم. همکاری باید این معنایی باید داشته باشه، باید در راستای سلامت باشه، اینه چیز نیست که من ازش عقب بکشم، باید در راستای قدرت باشه، قدرت که قدرتمند کردن جامعه، باید در راستای تبلور شخصیت فردی و اجتماعی باشه، یه هدف و سویه‌ای باید داشته باشه. نمیشه همینجوری، تعارف نداریم که. حالا در رابطه با مثلا بحث اعتیاد و اینا، اون بحث بیماری بودنش و فلان اینا اون جای خودش، اما اگر جای تبدیل به ابزار قدرت بشه، یعنی نفر مثلا بره موادشو بزنه بعد بیاد برای اون گردن کشی بکنه، بین اون فوش بده، فلان بکنه، تعرض بکنه، چیز بکنه، خب نمیشه که. تو اونجا باید برخورد کرد، قانون هم باید برخورد میکنه. شما معذرت میخوام تو توالت هم بری، توالت هم قانون داره نوشته، ببینم شلنگو بگیر جای درستش. جامعه هم اینجوریه، جامعه که از توالت بدتر نیست که. کی گفته آزادی یعنی بی قانونی؟ کی گفته آزادی یعنی بی شعوری؟
جفت تو شهرت وقتی که داری یه هنرمندی 5 نفر میشناسنت بلند شو بیای در بیاری هر جا فرو بکنی، شعور باید داشته باشی. نداشته باشی شعور باید چیکار بکنن؟ بهت یاد بدن. قانون هست، شهروندان آگاه جامعه هستن و این کارو میکنن. جدی هم باید این کارو بکنن. قد در این زمینه تجربیات خوبی داره که حالا در رابطه با ایرانی ها یه مقدار نیاز به زمان هستیه، ولی منظور این همکاریه باید یه جایی بره. کسی که قمار بازه، قمار هم که بگیم یعنی کسی که سر مردم رو در واقع، این چیه این اسمش میذاره بت فلان، سر مردم رو داره کلا میذاره، نمیدونم چیز میکنه، مردم رو سرکیسه میکنه، تو همکاری نمیشه کرد باش. یعنی من همیشه من میگم آقا وقتی من خودم اولی علی خدا میگم تعارف نداریم که کار کردم فلان، حالا امیدواریم که دیگه تکرارش اصلا این بحث ورزش رزمی و فلان خودش یه بخشی از این داستان انگر منیجمنت هم بودم دیگه. یک دو سه من میتونستی عصبانی بکنی، تعارف که نداریم تا 2018 من اینجوری بودم واقعا. بچه‌ای که از نزدیک منو میشناسن میدونن ورزش خیلی کمک کرد، مدیتیشن کمک کرد. تو این فالویم یوگی بشم هست، اونم بچه‌ها میتونن دنبال کنن. ما وقتی که من از مثلا خود نمایی نمیام فیلم بگیرم، آقا بوکس دارم میکنم، کاراته دارم میکنم، شوخی نداره که دیگه اونجا تو باشگاه که مثلا من نمیبینه که من دارم کتک میخورم که کسی من نمیاد با 40 سال بری واز واز بکنی به خلق لگا کتک داری میخوری ساق پاق میومدم خونه با همین موقع 2000 اوجش اون اوایل نوزینا بود، ساق پاق که بود که کشینا بچه‌ها میدونن دیگه شوخی نداره که میزنه تو باید نمیتونی هیچ وقت وایسی بخوری تا انقدر بخوری تا صفر بشه. هنوزم که هنوزم اینا به در راستای این قضیه است، برای اینکه بعد من بتونم سر بالا سینه سپر بیام بشینم جلوت به توی جوان 18 19 20 بگیر تا 40 خورده ای تا برو بالاتر با اعتماد به نفس بگم عزیز من خانوم آقا میشه، من کردم شد، سنگین تری حالت هم داشته باشی میشه، این اعتیاده به هر چی باشه میشه. حالا بیا یکی با ما بگه تو اومدی در مورد آلبوم داری حرف میزنی، چرا داری روزه ابوالفضل داری میخونی، 8 کار تقدیم حضور داره میشه، 5 تاشو خیلی دوست دارم. اصلا کسی نمیاد ماست فروش نمیاد از ماست خودش بد بگه، ولی میگم 5 تاشو من دل دادم، اصلا یعنی خودم میذارم هنوز همجوری گوش بکنم. یکی دو تا کارو گوش که بکنید متوجه میشید اصلا کثیف زدم، یعنی رفتم تو استودیو تو علی بابا که عزیزم چیز کردم به پیترم گفتم اصلا تمیزش نکن، گیتارا کثیفه، خوندن من کثیفه، یعنی جای خش داره فلان داره، هر گفتم نگهدار، همه باید همونجوری بمونه سر تا، یعنی تا اینجا من تو بغض و ناراحتی بودم، رفتم خوندم روز خوبی هم بود و حال در اومد. حالا که وقتی گوش بکنید پیش زمینه‌ای که در مورد این آلبوم من میتونم بدم در واقع این هست و امید دارم که این آلبوم آلبومی باشه که براتون خاطره بسازه، ولی خاطر خوب بسازه دیگه. الان هر کی واره میبینه بیچاره رفیق رفیقامو میبینه بعد از مدت ها رو میبینن میگن آقا تو ما رو گرفتی، تو ما با رانندگی در مستی تو مست کردیم فلان کردیم، خود دیگه عرق نمیخوری، ولی حالا اونا حالا یه که برای خودتون ریز میکنید، ولی اون چیزی که خب طبیعتا من آرزو میکنم اینکه خاطره های خوب بسازید. وقتی یه نفر بگه آقا من فرضاً با این کار قدرت پیدا کردم، درس خون شدم، ورزشکار شدم، عاشق شدم، ناامید بودم رفتم به سمت مثلا زندگی، نمیدونم اتفاقات اینجوری، چیزی که همش از چاله در میاد بره به رو به سمت زندگی و اینا، خب برای من طبیعتا جذاب‌تره و این کارا اون کارهایی هست که من با جرأت میتونم بگم که این اتفاق میفته. یه سری هم که ممکنه تفاصیل عجیب غریب داشته باشن دیگه. قطعه آخر این کار اسمش مورفینه، حالا چون دیگه در میاد برخیر میشنوید دیگه، مثل اون ترامادول. نفر مثلا به من چیز آقا من با ترامادول تو ترامادولی شدم، آقا نادان، اصلا این ترامادول چه ربطی به ترامادول داره؟ تنها ربطی که نداره به مسئله خود اون قرص ترامادول، اون ماده ترامادوله،
یه مفهوم اینجا دیگه قرصه یا اون چیزه تبدیل به یه مفهوم شده. اینو باید حواس آدم باشه. کسی بیاد وقت منو متهم بکنه که تو مروج مورفین مثلا بودی، خب خنده دار. کارا رو باید بفهمید. و این مورفین داستان جالبی داره که الان نمیگم و برای خود من اتفاق عجیب و جالبی بود که بعد حالا کارو بشنوید توش یه سری پریشانگویی ها هست که اونا بعدم باید توضیح بدم. در اصل کار جالبی نیست که من بیام دونه دونه کارا رو توضیح بدم که چی. باید بشنوید. یه چیزی که بسیار مهمه اینه که ما تلاشمون برای اینه که تا موقعی که اسپاتیفای منتشر بکنه ما کارا رو دونه دونه منتشر بکنیم. و اگه اسپاتیفای سریع تو هفته دیگه منتشر کرد که همه کارا، ولی اگه نه روزی یه کار منتشر میشه. فکر می‌کنم از فردا بازم باید خبرش رو بدن. تلاش ما این بود که قبل از کنسرت تورنتو که یک شنبه است آلبوم منتشر کنیم، ولی دیگه دیره دیگه کار ما طول کشید، مستر و میکس و این همه طول کشید. من بحثم در رابطه با آلبوم و وسطش هم که پراکنده گویا و کردم و این برانور رفتم و این و اون رو زدم و حرف زدم تمامه. هدف ما اینه که این رابطه حفظ بشه و مهمتر از همه اینها کارها هستن. آلبوم رو بشنوید، لذت ببرید. همونجوری هم که گفتم دونه دونه کارا منتشر میشه تا موقعی که اسپاتیفای بزنه. عزیز دلید، مراقب خودتون باشید و سلامت باشید. هوای هم دیگه رو داشته باشید و تا زود.